سالی که روزهای پایانی آن سپری می شود، شاهد اعتراضهای گسترده مردمی در کشورهای مختلف بود. از ایران تا سودان و از شیلی تا هنگ کنگ مردم به خیابانها آمدند تا ناخشنودیشان را به مشکلات جاری از جمله فساد، نابسامانی اقتصادی و سایر مشکلات اجتماعی ابراز دارند. برخی از اعتراضها به نتیجه رسید و بعضی هم سرکوب شد. جزئیات بیشتر در برگردان فارسی گزارش مارگارت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا. در فرانسه جلیق زردها با خواست افزایش مزدها و مقابله با تورم به خیابانها ریختند. در سودان معترضان موفق شدند به حکومت 40 ساله یک دیکتاتور پایان دهند و در هنگ کنگ مردم به مداخله پکن و مقامهای حزب کمونیست چین در امور داخلیشان اعتراض کردند و با انتقاد از لایحه بدنام استرداد متهمان به سرزمین اصلی چین، روزهای آخر هفته دست به تظاهرات زدند و خواستار تقویت دموکراسی در این شهر شدند. در ایران، عراق، لبنان، بولیوی و اکوادور هم اعتراضهای گسترده‌ای صورت گرفت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از دولت‌ها خواست به مشکلات واقعی مردم توجه کنند. به روشنی شاهد افزایش بی‌اعتمادی مردم به دستگاه حاکمه هستیم. قرارداد اجتماعی در معرض تهدید فزاینده است. جهان با مشکل جهانی شدن و فناوری‌های جدید دست به گریبان است و اینها به نابرابری‌ها بیش از پیش دامن می‌زنند. در رویارویی با اعتراض‌ها، شماری از حکومت‌ها به ندای مردم گوش فرا دادند و بعضی مانند جمهوری اسلامی و عراق هم سرکوب گسترده و خونین معترضان را انتخاب کردند. صدها نفر در این دو کشور به دست نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. لوئیس چاربونیو، مدیر دیدبان حقوق بشر بر حق مردم به اعتراض تأکید می‌کند. مردم حق اعتراض مسالمت‌آمیز را دارند. متأسفانه در برخی کشورها دولت از زور استفاده می‌کند. خودسرانه مردم را بازداشت می‌کند. حتی دست به کشتار و آدمکشی می‌زند. این غیرقانونی است. مسئولان باید جوابگو شوند، معترضان هم باید مسئولانه عمل کنند. مدیر دیدبان حقوق بشر بیان که از ایران نام ببرد، میگوید دولت‌ها باید این را بفهمند که بستن اینترنت بدترین گزینه برای آرام کردن معترضان است، چون باید این را درک کرده باشند که حتی با بستن اینترنت اعتراض‌ها سازماندهی می‌شود. حکومت‌ها نمی‌توانند مردم را از حق اعتراض محروم کنند.